سلام به همه شما دوستان گرامی. قبل از پرداختن به موضوع تهدید خانم حیفا، گزیده ای از بیوگرافی این خواننده زیبای عرب می‌پردازم. حیفا وهبی با نام کامل حیفا محمد وهبی، متولد 10 مارس 1976، خواننده، مدل و بازیگر اهل لبنانه. حیفا وهبی در خانواده‌ای نسبتاً فقیر به دنیا آمد. ندیم پدرش یک شیعه لبنانی بوده و مادرش اهل مصر. او به غیر از خود 3 خواهر داره و برادر او در حمله اسرائیل به جنوب لبنان در سال 1982 کشته شد. رنگ چشم حیفا قهوه‌ای روشن، قدش 1.63 سانتیمتر و وزنش 56 کیلوگرمه. این خواننده زیبا کار خود را با مدلینگ آغاز کرد و در 16 سالگی به عنوان دختر شایسته جنوب لبنان انتخاب شد و در 19 سالگی رتبه دوم دختر شایسته لبنان را کسب کرد. اما پس از اینکه مشخص شد وی ازدواج کرده و یک فرزند دارد، این عنوان از او پس گرفته شد. او کار مدلینگ خود را ادامه داد. تصویر او بر روی جلد بیش از 100 مجله قرار گرفت. در سال 2006 او در میان لیست 50 تن از زیباترین مجله در آمد. او سپس وارد عرصه موسیقی شد و با انتشار آلبوم هوال زمان خوانندگی را آغاز کرد و تا کنون 7 آلبوم منتشر کرده. در سال 1990 وقتی 14 ساله بود با پسر عموی 18 سالش نصر فیاض ازدواج کرد و با هم به نیجریه رفتند. اما در دوران بارداری حیفا به لبنان برگشت و از همسرش جدا شد. حیفا در 24 آوریل 2009 وقتی 33 ساله بود در بیروت با احمد ابوالهاشم تاجر مصری ازدواج کرد. مهمانان شناخته شده چون کیم کارداشیان، گوگوش و نجوا کرم در این عروسی حضور داشتند. این دو در نهایت نوامبر 2012 از هم طلاق گرفتند. در سال 2009 و پس از انتشار آهنگ بابا فینک حیفا در آن از جمله خرس تدی من و میمون نوبیایی من کجاست استفاده کرده بود، نوبیایی های مصر این جمله را به معنی شبیه بودن آنها به میمون تعبیر کردند. پس از این اتفاق حیفا وهبی اعلام کرد که دیگر در الجزیره کنسرت برگزار نمی‌کنه، زیرا آنها آهنگ او را نمی‌فهمند. وزیر فرهنگ الجزیره نیز اجرای وهبی را در الجزیره ممنوع کرد و شرط بخشش او را معذرت‌خواهی حیفا از مردم الجزیره دانست. در پی این اتفاق آنها از حیفا بسیار عصبی شدند و او را نجات پرست نامیدند. این خواننده در سال 2016 و پس از سفر به فرانسه توانست از دست راننده تاکسی که قصد ربودن او را داشت جان سالم به در ببرد. حیفا قبلاً به خاطر پوشیدن لباس بدن نمای خود در یکی از کنسرت هاش مورد تهدید اعضای داعش قرار گرفته بود. او پس از این اتفاق در خطاب به طرفدارانش نوشت که حالش خوب است و به آنها توصیه کرد در صورت سفر به فرانسه مواظب آدمربایان باشند. این خواننده زیبا در 25 ژوئن سال 2007 به هنگام ضبط موزیک ویدئوی خودش از حادثه رانندگی جان سالم به در برد. با اینکه این تصادف نسبتاً شدیدی بود، اما وی تنها چند خراشگی و کبودی را تجربه کرد. تصادف توسط هواپیمای تک موتوری اتفاق افتاد که خودروی حیفا را دنبال می‌کرد. با برخورد این هواپیما به خودرو، شیشه جلوی خودرو خرد شده بود. حیفا وهبی در سال 2019 به دلیل بیماری کبدی حدود 1 ماه در بیمارستان بستری بود و در این مدت در شبکه‌های اجتماعی حضور نداشت.
او پس از یک ماه اعلام کرد که به دلیل چهره بیمار خود دوست نداشته عکسی از خود منتشر کنه. او از همه طرفدارانش که جویای حالش بودن تشکر کرد و از آنها خواست تا برایش دعا کنند. طبق گفته ی رسانه ها، ثروت خالص او در سال 2023 حدود 65 میلیون دلاره. با آرزوی موفقیت روزافزون این خواننده زیبا. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً برای حمایت از بنده کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید و نظرات با ارزش خودتون رو برای من کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگارتون خوش.